هستش، اما در رابطه با بعضی مسائل باید عمیقا نگاه کرد. درسته که 2000 سال پیش امپراتوری روم سالهای 73 تا 76 اورشلیم رو گرفت، اون آوارگی بزرگ رو به ملت یهود تحمیل کرد، اما همیشه یهودی ها توی سرزمین مقدس توی اسرائیل بودن در کنار دیگر اقوام، چه رومی ها، چه عرب ها، چه کسان دیگه بودن اینا، بعد و بعدش هم حاکمیت ترک ها یهودی های اصیل اونجا بودن. تو دولت عثمانی ما چیزی به اسم استان فلسطین و اینها نمیبینیم، تو قیومیت انگلستان هم ما چیزی به اسم دولت فلسطین نمیبینیم. اصلا فلسطین، وقتی اینها میگن فلسطین، ما فلسطینی هستیم، بزرگترین جهل تاریخی هستش که به کار میبرن. فلسطین ها یا فلسطینی ها آریایی هستند، از جزیره کرت اومدن، اسمشون در تورات اومده، در قرآن نیومده. من میخوام ببینم این سکنه ای که عربایی که اونجا هستن، شما قبیله هستین. سوره قرآن خودتون رو نگاه کنین، ما مردم را از زن و مرد و از شعوب و قبائل آفریدیم، شما قبیله هستین، شما کجا فلسطینی هستین؟ همونطور که یهودی اونجا زندگی میکرد، شما عرب‌های به قول معروف بدوی هم زندگی میکردین. بیشتر ریشه های شما کجا هستش؟ قاضی الحسینی، کسی که لشکر اس اس رو، اس اس های مسلمان رو در بوسنی هرزگوین، در قلب اروپا، در جنگ با تیتو یوگسلاوی قدیم راه انداخته بود، مصری الاصل، پسر عمو یا فامیلش عرفات، یاسر عرفات الحسینی هم مصریه. شما چی میخواین از سرزمین اسرائیل؟ قبول دارم. من خاطره یا یه خبرنگار بگم، مرحوم آقای حسن صدر حاضر جوادی به من قسم داده بود تا زمانی که زنده هستم این حرف رو جایی بیان نکن. ایشون 2 سال پیش 3 سال پیش فوت کردم، ایشون به من گفتن که در پاریس بودم و از یاسر عرفات وقت ملاقات خواستم، میگه در یه کافه به من وقت ملاقات داد، مشغول عیاشی بود آقای یاسر عرفات، و بعد میگه که خب آقا اصلا قضیه شما با این اسرائیلی‌ها چیه؟ میگه هیچی. میگفت به این عرفات به من گفتش که هیچی. گفتم یعنی چی؟ پس این همه جنگ و چریک و فلان و اینها برای چی هست؟ خب آقا پدران ما اون سرزمین‌های خودشون رو فروختن رفتن، ما پول نداریم، ما داریم میزنیم که از عربستانی، از مصری، از جایی بتونیم پولی به دست بیاریم. الان شما دقیقا نگاه بکنید، همونطور که جناب آقای رحیمی به عنوان یک کارشناس زبده و برجسته گفتن، سر تمام این نقشه‌های تروریستی که الان انجام میشه در تهران هست، پول رو دارن از تهران میگیرن. برای چی؟ انتخاباتی که توی حماس و فت میخوان انجام بدن، یا همون سازمان صاف به رهبری محمود عباس کنه، با بنبست مواجه شده. در ایران انتخابات با بنبست مواجه شده، انتخاباتی که در پیش رو هستش. از یک طرف دیگه 2 سال 3 سال هستش که به انهای گوناگون، با توجه به گفته ظریف در اون نوار مشهورش که جان کری گفت 200 بار اسرائیلیا حمله کردن، ایران دستش بسش چیکار بکنیم؟ همونطور که در یمن ما داریم نیابتی علیه امارات و عربستان می جنگیم، آقای حماس بلند شو برو جلو، آقای جهاد اسلامی بلند شو برو جلو. تا کی بعد این وضعیت تحمل بکنیم جناب آقای رحیمی؟ من نکنید